سکشن بعدی هم که اومدیم آگوراست که یه قسمت تاریخیه تو شهر و این شهر یه شهر خیلی قدیمی که 850,000 سال قدمت داره و الان اینا دارن ترمیمش میکنن و درستش میکنن. و اگه علاقه دارید به اینجور داستانا، شما میتونید به این قسمت از شهر ازمیر بیاید و پشت این ستونا هم یه چیزایی هست که میشه رفت داخلش و دید اگه اجازه بدن. و شما میتونید از این پله‌هاش هم بیاید پایین. حالا ما با هم میریم پایین ببینیم چه خبر این قسمت، که همه با هم ببینیم. شما این زیر این شهر به این شکله که شما میبینید. هوای خیلی خنکی هم داره. هیلا و لوسی هم که دارم میرم ببینم. و یک راهروی خیلی قشنگی که دیدم اینه که شما میتونید بیاید ببینیدش و 100% میتونید عکسای خیلی قشنگی هم اونجا بگیرید. به نظرم خیلی قشنگه. کلا اینجا کوچه پس کوچه های 850,000 سال پیشه که شما میتونید توش قدم بزنید و اگه علاقه دارید به این سبک بناها تو سفراتون تو شهر ازمیر میتونید به این بنا هم حتما بیاید و ازش لذت ببرید. و الان اومدیم به یک قلعه به اسم کدیف کاله بهش میگن اینجا تو ازمیر اگه اشتباه نکرده باشم، که اون قسمتش بازی یه ویو خیلی قشنگ از شهر ازمیر داره. ولی خب اینجا برای اومدنش حتما لازمش داشتن ماشین. البته با اتوبوس هم میتونید بیاید، وقتی از میاد حتما میتونید با اتوبوس هم 100% بیاید. با هم بریم ببینیم چه ویوی. بله، با هم میرسیم به یه همچین ویو پوینت دیگه ای تو شهر زیبای ازمیر. حالا سعی میکنیم بریم بالا ببینیم تو قلعه چه خبره. با ما همراه باشید. جاتون خالیت این ویو زیبا. و ما الان میریم به سمت داخل برج ببینیم این قلعه. ببخشید گفتم برج، میریم داخل قلعه ببینیم چه خبره. داخل برج که میاید محوطه های زیادی برای پیاده روی داره. شما میتونید پیاده روی کنید و بعضی جاهاش هم پله داره که شما میرید بالا و میتونید اون ویو رو ببینید که بهتون گفتم. حالا ما از این پله میریم بالا ببینیم ویوش به چه شکله. کلا میتونید تو این قلعه پیاده روی کنید و لذتشو ببرید. قلعه بزرگی به نظر میاد. پس حتما اگه به ازمیر اومدید به این قلعه بیاید، چون شما میتونید ویوهای خیلی قشنگی روی هر قسمت از قلعه اگه نگاه کنید. همون بالا ما میریم ویو مخصوص به خودشو داره و شما میتونید توی این قلعه قدم بزنید و ویوهای مختلفی رو از شهر ازمیر ببینید. اینجوریه که به داخل قلعه میاد. بعد این برجک ها رو که میبینید، بالای هر برجکی یه ویو داره، یعنی شما میتونید بچرخید برجک ها رو پیدا کنید برید بالاش و ویو که شهر ازمیر رو ببینید. اینم از این قلعه. حالا بریم برای ویو بعدیش. این ویو رو از پشت قلعه دارید. ببخشید اگه داد میزنم به خاطر اینکه فکر من باد میاد شاید صدا بد بشه. حالا دوربین گوپرو جدید رو بخرید. این هم نمای پشت قلعه از شهر.
بعد تجربه از این قلعه اینه که شما چیز خاصی غیر از ویوی قشنگ نمیبینید. اگه دوستدار ویوی قشنگ از این شهر هستید پس حتما به این قلعه بیاید. بریم برای لوکیشن بعدی. سلام، امیدوارم خوب باشید. امروز اومدیم باغ وحش شهر ازمیر ببینیم چه خبره و دارم اولین فیلمو با گوپرو 9 یعنی تنگ گوپرو که هست و تازه گرفتمش میگیرم. امیدوارم کیفیت فیلم ها بهتر و بهترم بشه و بریم ببینیم داخل موزه، میگم باز موزه، داخل باغ وحش چه خبره. شما حیوان ها خیلی دوست داریم ولی خب باغ وحش حالا بریم ببینیم دیگه. ما حیوان ها رو دوست داریم ولی میدونم زندگی تو باغ وحش برای حیوان ها خیلی سخته، ولی با این حال میریم میبینیمشون و شما هم با خودمون میبریم فعلا. و بلیتش هم برای بزرگسالا نفری 10 لیره و تا ساعت 4 هم همیشه بازش بازه، یعنی باغ وحشش. بریم داخل ببینیم. و اینکه ورودیش هم اجازه ندادن سگو، یعنی لوسی رو بیاریم، یعنی اگه سگ داشته باشی اجازه نمیدن بیارید داخل باغ وحش. حالا بریم داخل ببینیم چه خبره. البته لوسی رو گذاشتیم اونجا توی جای خیلی خوب و امن، مواظبش باشن. یه قشنگی دیگه هم داره این باغ وحشش اینه که حالت جنگل طوره، یعنی سلام اله حالت جنگل طور، یعنی شما وارد باغ وحش که میشید حس جنگل رو بهتون میده. یه پارک قشنگی که تو حیوانات هم هستن، اون قسمتش اردک ها و اینجور چیزا، حالا اینا جذابیت نداره، سعی میکنم از حیوانایی که باحالن براتون فیلم بگیرم. بریم جلو ببینیم چه خبره. این خوشگلر هم اینجا میبینید این شکلی هم شهران سه تاشین اونجا هم نمیدونم شبیه کانگورو میان ولی تا ما رو دیدن راه نمیرم. او راب آفرین باحاله. اینم فکرم راکونه گست ولی نه واقعا باغ وحشش خوبه، یعنی فکر میکنم زندگیشون خوبه، بد نیست اینجوری که من دارم میبینم، راضی هن همشون ماشالله چاق و چلن. این دتا کوچیلا مامان باباشون اونن اینا خودشون آبتنی میکنن و حالشون میبرن. نه باغ وحش خیلی خوبی ازمیر، حتما اومدید ازمیر به باغ وحشش هم بیاد. میگم ما مرکز خرید و اینا رو همه دیگه میدونن کجاست و دیگه فکر کنم پیج به اندازه کافی هم کلا هست که دیگه مرکز خریدار رو میگه. من بیشتر ما یعنی ما بیشتر دوست داریم جای دیدنی دیگه مثلا باغ وحش، غار یا کوه ها یا ساحل های باحال مثلا بریم ببینیم و با شما هم شریکیم. باغ وحش یکی از اون جاهایی که بیاید توی سفر فکر میکنم لذت ببرید. منو ایلم داریم میریم یکم بالاتر ببینیم چه خبر و چه حیوانایی هست. خب حالا ما رفتیم سمت ورودی آفریقاش ببینیم چه حیوانایی داره. بریم هم ببینیم. و اینم این زرافه خوشگل. من خودم تا حالا زرافه نزدیک ندیده بودم، خیلی باحاله. چقدر هم گردنشون درام خیلی باحاله هستش. سلام آقا زرافه، خانم یا آقا رو بدونم، دو تا اونجا خیلی باحال روخش باحال ایلو. آره خیلی خیلی نازه. ای اومد نزدیک بیا یا لفا کما هم از تو فیلم بگیریم. آفرین جاتون خیلی خالی دیگه برها، خیلی باغ وحش و باحالی، حتما از این اومدید باغ وحشش بیاد، خیلی باحاله. حالا جدا از دیدن حیوانای باحالش، کلا قدم زدن تو این باغ وحشش هم خیلی حال میده، یعنی پارک باغ وحش تور با هم خیلی لذت بخشه. حتما یه روز کامل مثلا 5 6 ساعت 4 ساعت اینا رو شما میتونید این تو بگذرونید و لذت ببرید. قیمتش هم که خیلی خوبه دیگه، 10 لیره قیمتی نداره. اینم این آهو خوشگله یو سلام خوبی؟ زندگی اینجا خوبه؟ شلکی خوبه دیگه، محوطش بزرگه، یعنی چند تا باغ وحش قبلا دیده بودم محوطش کوچیک بود ولی اینجا خدا رو شکر محوطش بزرگه. جاش باحاله فکر کنم اون بچهش اینم اونجاست. چه باحال اینجا هم که این کوچولو هستن. بیاین آقا بیاین اینجا یعنی دیگه
اینجا هم خیلی باحاله. نمتش بزرگه و اینا هم دارن حال میکنن، یعنی شبیه حیوان هایی که راضی هن از محیطشون فکر میکنن. خیلی باحاله، خیلی باحاله. بازم میگم حتما بیاد باغ وحش ازمیر. اینا هم واسه خودشون آزاد دارن میچرخن و حال میکنن. حالشو ببرید. اینجا هم قفس پرنده های مختلفشه، یعنی اما اقسام پرنده ها اینجا هستن و حالشو میبرن. اون ته هم عقاب رو میبینین، تنده این داره رامه آشالله چه عقاب گنده هم هست، ولی خب عقاب یه مدار ناراحت کننده هست چون عقاب با تو ارتفاع باشه. به نظر من عقاب رو تو باقی وحش نظرم خوبه. گوزنا هم دیگه تشنه‌شون میشه و میدن اینجا آب میخورن و با حال دیگه حیوان های مختلف رو داره، با حال حس با حالی داره. بازم میگم اومدید حتما به باقی وحش ازمیر بیاییم. اسبای کوچولو، اسبای پاکوتا، اسبای کوتوله. اینجا هم جاییه که گرگا میمونن توشو، نمیدونم چقدر توی فیلم معلومه، ولی گرگا رو اینجا نگه میدارن، گرگای وحشی. اون تن هم نگاه کنید، یه خرس داره با بچهش بازی میکنه. خیلی باحاله و واقعا هم باقی وحش خیلی بزرگیه. یعنی مثلا جالبش اینه، ولی نقشه هم گذاشتم برای شما، میتونید بر طبق این نقشه هم مثلا برید قسمتی که بخواید خرسا رو ببینید، میمون ببینید، فیل ببینید، میتونید جاده رو پیدا کنید، چون به شدت باقی وحش بزرگیه و واقعا بزرگه. من میمونای سیارنگش، نه فیلشه که دارید میبینید، فیل خیلی گنده ایه و خیلی زیاد بزرگه این مکانی که فیل داره زندگی میکنه. یعنی فکر کنم تو طبیعت هم همینقدر بزرگه دیگه، ولی خب به هر حال نمیدونم، امیدوارم سخت نباشه براش زندگی اینجا، ولی به هر حال اونم آقا فیله یا فیل خانم، نمیدونم، باحاله. کروکودیل و اینجور حیوان، یعنی جونورام داره، ولی امروز نمیشه رفت داخلش، مثل این که کارگران مشغول کاره. بریم ببینیم چه خبره لوکیشن بعدی. بریم سلطان جنگل هم ببینیم. این هم سلطان جنگل خوابیده. دو تا رفیقشون وره، اینم این وره، ولی واقعا اوباحتشون واقعا سلطان جنگل بهشون میاد. ولی خب اینا هم نباید تو این محیط کوچیک باشن. در کل میگم ما اعتقاد به واقع وحش نداریم، ولی خب دیگه میایم دیگه، خیلی چیزای عجیبی تو دنیا هست، نمیشه جلوشو گرفت، ولی نمیشه از دیدنش صرف نظر کرد. به هر حال واقع وحش جای مناسبی برای حیوانا فکر نمی‌کنم باشه. شیر به این بزرگی فکر کنم بود و توی جای کوچیک گیر کرده، ولی دیدنشون خوب بود، جالب بود. جاتون خالی. اینم از ببر، ببر بزرگ. اینم از واقع وحش شهر ازمیر. در کل بخوام بگم 10 لیر به شدت میارزه و شما میتونید یه دو ساعت و نیمی رو اینجا سپری کنید و لذت ببرید. ممنونم از تماشای ویدیو و اگه از ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشیم کانالمون رو سابسکرایب کنید و این زنگوله رو بزنید که هر ویدیو جدیدی اومد براتون پیغامش بیاد. ممنونم.